به نام جهان داور دادگر، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شاهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. به نام خدا بیا در بوستان چونان که رسم باستان باشد. بیا در بوستان چونان که رسم باستان باشد. تو سروی و گلی و سرو و گل در بوستان باشد. درود بیکران بر شما خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، هموطنان ارجمند. امیدوارم که خوب و خرم و خوش و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستان‌های شاهنامه. برویم بر سر داستان. عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان. همچنان در فصل مفصل خسرو نوشین روان هستیم. شاه
مقتدر ساسانی، بعد از بخش پرسش و پاسخ که بین نوشین لبان و بزرگمهر گذشت، بخشی بسیار مفصل که خود حکیم فردوسی هم از این همه طولانی بودن این گفتگو و به درازا کشیدن این بخش دچار خستگی شده و می‌فرماید که رستم ز بزرگ مهر و ز شاه. میرسیم به بخشی دیگر از داستان‌های نوشین روان، بخش داستان شطرنج و فرستادن رای قنوج و هند، رای منظور شاه قنوج و هند، شطرنج را به نزد نوشین روان. نیایش در دل خسرو اثر کرد، دلش را چون فلک زیر و زبر کرد. قضا را از قضا یک روز شادان، به صحرا رفت خسرو بامدادان. شکاری چون شکر میزد زهر سو، برآمد گرد شیرین از دگر سو. که با یاران جماش آن دلفروز، به عزم صید بیرون آمد آن روز. پری دختی پری بگذار ماهی، به زیر مقنعه صاحب کلاهی. دو شکر چون عقیق آب داده، دو گیسو چون کمند تاب داده. خم گیسوش تاب از دل کشیده، به گیسو سبزه را بر گل کشیده. نمک دارد لبش در خنده پیوست، نمک دارد لبش در خنده پیوست. نمک شیرین نباشد وان او هست. سر زلفی ز ناز و دلبری پر، لب و دندانی از یاقوت و از در. رخش نسرین و بویش نیز نسرین، لبش شیرین و نامش نیز شیرین. چون این گفت موبد که یک روز شاه، به دیبای رومی بیا راست گاه. بیاویخ تاج از بر تخت آج، همه ساج آج و همه آج ساج. همه برج ماه و همه گاه شاه، همه بارگاهش سراسر سپاه. همه کاخ پر موبد و مرزبان، ز بلخ و بخارا و از هر کران. همه سیبیل در سیبیل گرد هم نشستند، که کاراگهان خبر آوردند: ای شهریار چه نشسته ای؟ که آمد فرستاده شاه هند، ابا پیل و چتر و سواران سند. نوشین روان گروهی رو فرستاد برای استقبال، فرستاده هندی رو آوردن به بارگاه. به رسم بزرگان نیایش گرفت، جهان آفرین را ستایش گرفت. گوهر کرد بسیار پیشش نثار، ابا چتر و با پیل و با گوشوار. سر بار گشادند و فراوان، به بار اندرون سیم و زر. چه از مشک و عنبر چه از عود تر. عود یک نوع چوب هندی هست. خلاصه بار چه باری یاقوت، الماس، تیغ هندی به دستور کسرا. همه این هدایا رو سپردند به گنجور در واقع بارگاه یا خزانه، بردند به گنج خانه. پس فرستاده نامه شاه هند رو، نامه رای هند رو با هدیه ویژه تقدیم کرد. ببینیم این هدیه ویژه چه هست. یکی تخت شطرنج کرده به رنج،
تهی کرده از رنج شطرنج گنج. دستگاهی تقدیم کرد به نام شطرنج و پیام رای هند رو به گوش شاه و باشندگان چنین رساند: کسی کو به دانش برد رنج بیش، بفرمای تا تخت شطرنج پیش نهند و زهر گونه رای آورند، که این نغز بازی به جای آورند. بدانند هر مهره ای را به نام، که چون راند باید شو خانه کدام. پیاده بدانند و پیل و سپاه، رخ و اسب و رفتار فرزین و شاه. اگر دانایان شاه ایران طرز بازی و به کار بردن این مهره ها را در بیابند، ما همچنان باج و خراج خواهیم داد به ایران. اما چنان که بازی شطرنج را کشف نکنند، پادشاه ایران باید سالانه مالی به عنوان باج و خراج به دربار هند بفرستد. نهادند شطرنج نزدیک شاه، به مهرندرون کرد چندی نگاه. ز تختش یکی مهره آج بود، پر از رنگ و پیکر دگر ساج بود. بپرسید از او شاه پیروزبخت، از آن پیکر و مهره و نیک تخت. چون این داد پاسخ که ای شهریار، همه رسم و راه از در کارزار. ببینی چو یابی به بازیش راه، رخ و پیل و آرایش رزمگاه. کس را گفت یک هفته زمان بدهید، هشتم روز خواهیم گفت. برای استراحت فرستاده هندی رو جایگاهی نیکو ترتیب دادند. ببینیم فراخان خسرو نوشیروان به موبدان، دانایان، خردمندان و دانشمندان برای کشف شطرنج. دو تیرانداز چون سرو جوانه، ز بهر یک دگر کرده نشانه. دو یار از عشق خود مخمور مانده، به عشق اندر ز یاران دور مانده. یکی را دست شاهی تاج داده، یکی صد تاج را تاراج داده. نظر بر یک دیگر چندان نهادند، که آب از چشم یک دیگر گشادند. نز شیرین جدا میگشت پرویز، نز گلگون گذر میکرد شبدیز. گذشته ساعتی سر برگرفتند، زمین از اشک در گوهر گرفتند. سخن بسیار بود اندیشه کردند، به کم گفتن صبوری پیشه کردند. در ایشان خیره شد هر کس که میتاخت، که خسرو را ز شیرین باز نشناخت. ملک گفتا چو مهمان میپذیری، به جان آیم اگر جان میپذیری. سجود آورد شیرین در سپاسش، ثناها گفت افزون از قیاسش. ملک را هر زمان در کار شیرین، چو جان شیرین شدی بازار شیرین. چون موبدان، دانایان، دانشمندان گرد خسرو نوشیروان جمع شدند، نهادند پس تخت شطرنج پیش. نگه کرد هر یک از اندازه بیش، بجستند و هر گونه ای ساختند. ز هر دست یک با دگر باختند، یکی گفت و پرسید و دیگر شنید. نیاورد کس راه بازی پدید. سرانجام بزرگ مهر
حکیم آمد به بارگاه. از شطرنج آگاه شد و از پیام رای هند و عجز و ناتوانی دانشمندان و دانشی مردان از پیدا کردن راه و رمز و راز شطرنج و شاه رو غمگین دید و نگران به کسرا چنین گفت کی پادشاه جهاندار و بیدار و فرمان روا من این نغز بازی به جای آورم خرد را بر این رهنمای آورم بدو گفت شاه این سخن کار توست که روشن روان بادی و تندرست طوری نشود که رای قنوج بگوید نوشین روان ندارد یکی مرد جویند را که در این صورت شکستی بود زشت بر موبدان به درگاه و بر گاه و بر بخردان بزرگ مهر عمیق نشست به فکر کردن و در کار شطرنج بیاورد شطرنج بزرگ مهر براندیشه بنشست و بگشاد چهر همی جست بازی چپ و دست راست همی راند تا جای هر یک کجاست به یک روز و یک شب چو بازی بیافت از ایوان سوی شاه ایران شتافت از ایوان سوی شاه ایران شتافت بدو گفت کی شاه پیروز بخت نگه کردم این مهره و نیک تخت فرستاده رای قنوج را فرا بخوان نخست خواهی دید که این تخت یکی رزمگاه هست چو خرم شد به شیرین جان خسرو جهان می کرد عهد خرمی نو چون این فصلی بدین عاشق نوازی خطا باشد خطا بی عشق بازی خرامان خسرو و شیرین شب و روز به هر نزهت گهی شاد و دل افروز شبی از جمله شبهای بهاری سعادت رخ نمود و بختیاری برون شد مست و بر شبدیز بنشست سوی قصر نگارین راند سرمست خبر کردند شیرین را رقیبان که اینک خسرو آمد بی نقیبان به بام قصر بر شد چون یکی ماه نهاده گوش بر در دیده بر راه زهر نوک مژه کرده سنانی برو از خون نشانده دیده بانی برآمد گردی از ره توتیا رنگ که روشن چشم از او شد چشمه در سنگ چو شاه آمد نگهبانان دویدند زرفشاندند و دیباها کشیدند زبان بگشاد با عذری دلاویز ز پرسش کرد بر شیرین شکر ریز چو شاه معشوق را مولای خود دید سر مه را به زیر پای خود دید بسی سوگند خورد و عهدها بست که بی کاوین نیارد سوی او دست نوشین روان شادمان از این خبر دستور داد موبدان دانایان دانشمندان بیایند آمدند فرستاده رای هند رو هم گفت که بیاید آمد بزرگمهر گفت بگو ببینم رای هند با تو چه گفت فرستاده گفت مرا گفت که این مهره ساج و آج ببر پیش تخت خداوند تاج به او بگو که با موبدان و دانایان این نغز بازی را کشف کند اگر راه بازی شطرنج را یاد گرفتند و یافتند که هیچ از آن پس ما همچنان باج خواهیم داد و بدره و دینار و خراج اما اگر
نتوانستند دیگر نباید از ما باج و خراج و گنج بخواهند. بر تخت آن شاه بیدار بخت بیاورد و بنهاد شطرنج و تخت. چنین گفت با موبدان و ردان: همه گوش بدارید، پس بیاراست دانا یکی رزمگاه، به قلب اندرون ساخته جای شاه. چپ و راست صف سپاهیان، در دو طرف پیل جنگی، اسبهای جنگی در جایگاه برتر، هماورد گشته رخان از دو روی. از دو روی یعنی از دو طرف. رخان جمع رخ هست، مهره از مهرهای شطرنج. خلاصه مهرها در عرصه شطرنج مرتب کرد. چو عهد شاه را بشنید شیرین، به خنده برگشاد از ماه پروین. چو آمد در کف خسرو دل دوست، برون آمد ز شادی چون گل از پوست. شه از بهر عروس آرایشی ساخت، که خور از شرم آن آرایش انداخت. چو آمد مهد شیرین در مداین، غنی شد دامن خاک از خزائن. ملک فرمود خواندن موبدان را، همان کاراگهان و بخردان را. که شیرین شد مرا هم جفت و هم یار، به هر مهرش که بنوازم سزاوار. گرفت آنگاه خسرو دست شیرین، بر خود خواند موبد را که بنشین. سخن را نقش بر آیین او بست، به رسم موبدان کاوین او بست. از آن پس کار خسرو خرمی بود، ز دولت بر مرادش همدمی بود. جوانی و مراد و پادشاهی، از این به گر به هم باشد چه خواهی؟ جهان خوردن گزین کین خوشگوار است، غم کار جهان خوردن چه کار است؟ غم کار جهان خوردن چه کار است؟ بزرگ مهر مهرها بر عرصه شطرنج مرتب کرد. حرکت هر مهره و نتیجه حرکات مهرها رو برای باشندگان تشریح کرد. همگی حیران شگفت زده، غمی شد فرستاده هند سخت. بماند اندران مرد بیدار بخت، حیران شگفت زده از کار بزرگ مهر، که چگونه فهمید از راه جادو. با خود گفت که این تخت شطرنج هرگز ندید، نه از کاردانان هندی شنید. چگونه فراز آمدش رای این، بگیتی نگیرد کسی جای این. از همه شادتر خسرو نوشین روان، چنان گشت کسرا ز بزرگ مهر، که گفتی بدو بخت بنمود چهر. نوشین روان جامی پر از گوهر، کیسه‌ای پر از زر و اسبی آراسته، به زین و لگام به بزرگ مهر حکیم خلعت داد و بسیار او را آفرین کرد. باری به این ترتیب بزرگ مهر به راز بازی شطرنج پی برد. گفت این شطرنج را چون میدان جنگ ساختند، که دو طرف با مهرهای خود با هم می جنگند. هر کدام خرد و دوراندیشی بیشتری داشته باشد پیروز می شود. شطرنج یا شطرنگی که برای آزمودن خرد و دانایی ایران شهریان فرستاده شده بود، در واقع داستانی که پیرامونش هست قدیمی ترین داستان هست درباره
شطرنج که میگوید در زمان کسرا نوشین روان بوده و این داستان کهن موجب شده که گفته شود شطرنج از هند آمده. اما ما میدونیم که از دوران کهن شاه در نزد ایرانیان بسیار ارجمند بوده و گرامی و در بسیاری از حماسه ها و داستان ها و بازی ها وارد شده و اینکه اساس شطرنج بر مات شدن هست یا شکست، از این رو به عقاید ایرانی نزدیکتره. نظام اجتماعی ایرانیان از دیرباز با جنگاوری و شاه و وزیر و سوار نظام و پیادگان و فیل و قلعه کوب و مانند اینها ارتباط داشته. ای بس شاید بهتر باشه بگیم نظام یا آرایش نظامی یا آرایا نظام حکومتی، در واقع شاید بیشتر مصداق پیدا بکنه با نظام اجتماعی که او هم دور نیست. در هر حال موضوع جالبی میتونه باشه برای پژوهندگان و علاقمندان تاریخ شطرنج. داستان بعدی داستان نرد هست یا تخت نرد. تا بگویم ماجرا را بیشتر این زمان بگذار تا وقت دیگر.